باید از طریق رسانه ها چهره مخدوش اسلام را از بین ببریم. آیتول العظما بشیر نجفی مدزله از مراجع تقلید شیعه سخنانی گفتند، باید از طریق رسانه ها چهره بد و مخدوشی که دشمنان اسلام نزد ملت های جهان به جا گذاشتهاند را از بین ببریم و اسلام حقیقی که صلح و محبت را برای تمام انسان زمانت می کند به آنها معرفی نماییم. این مرجع تقلید شیعه که در دیدار با تعدادی از شیعیان هند و پاکستان سخن می گفتند در ادامه بر ضرورت پیروی از دستورات اهل بیت علیه السلام و شیوه ها و رهنمودهای تربیتی و اخلاقی آن بزرگواران برای تحقق سعادت دنیا و آخرت تأکید کردند معظم الله همچنین بر ضرورت آگاهی از مسایل دینی و شناخت حلال و حرام در بسیاری از رفتارهای روزانه تأکید کردند و افزودند انسان گاهی به سبب عدم آگاهی و نیز شناخت نادرست مسائل شرعی مرتکب برخی خطاها می شود و لذا زیارت شهرهای مقدس نجف و کربلا خصوصا در ایام اربعین حسینی می تواند ایستگاهی برای اصلاح نفس، تصحیح رفتار روزانه و شناخت منابع فقهی باشد. ایشان همچنین با تجلیل از اصحاب رسانه پاکستان گفتند، امروز جهان شاهد پیشرفت در تمام زمینه ها از جمله رسانه ها و ارتباطات است و ما باید از طریق این رسانه ها چهره حقیقی اسلام اصیل محمدی را معرفی کنیم و چهره مخدوشی که دشمنان از اسلام برای ملت های جهان ترسیم نموده اند را از بین ببریم. آیت الله بشیر نجفی همچنین از هیئت اعزامی از سوی شرکت خطوط هوایی پاکستان که برای اولین بار از پاکستان به فرودگاه بین المللی نجف اشرف آمده بودند استقبال کردند. ایشان در دیدار با این هیئت با قدردانی از هر تلاشی که در جهت حمایت از زائرین عتبات مقدسه عراق صورت میگیرد و سفرشان را آسان میسازد از کارگزاران خواستند تا برای خدمت و احترام به زائرین بیشتر تلاش کنند.